با بهترین درودها بر شما همیهنان هم ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را پی میگیریم با تازه ترین اخبار و تحلیل های نوشتری منتشر در مطبوعات ایران و جهان از حوزه های مختلف در سپهر سیاست و اجتماع و اقتصاد همچون همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب اظهار نظرهای یعصاور و ناامید کننده از عرصه مذاکرات ای با تازهترین اظهار نارضایی از روند کند مذاکرات از یک سو همزمان با اعلام آمریکا از احتمال تمدید مذاکرات پس از دهم تیر از سوی دیگر well, there will need to be some more flexibility shown by our iranian partners if we are going to reach a deal. but look, this is a negotiation. we always expected it would go right to the line and maybe beyond the line. so i think the serious negotiation is now getting underway. and over the next week or so, uh, i hope we will start to see some real progress. So We will agree formally the rollover of sanctions against Russia until it meets its Minsk uh, obligations, so another six months uh, of sanctions. And then we're going to talk about uh, the commencement of our operation uh, in the Mediterranean, the CSDP uh, operation. از تبعیض نژادی نهادینه شده در زیرلایه های جامعه آمریکایی، لوکزامبورگ و میزبانی ظریف و سایر همتایان اروپاییش در مورد توافق هسته ای You're you. Yeah, و بالاخره گزیده هایی از روزنامه های امروز ایران اهم مطالب برگزیده امشب سه شنبه دوم تیر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی حضور شما بینندگان عزیز خواهد شد. همینک مشروع اخبار با تازه هایی از مذاکرات هسته ای گمانه ها و گزاره ها در روند مذاکرات با احتمال تمدید آن ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اگرچه ضرب العجل دهم تیرماه تیر ماه برای گفتگوهای هسته ای با ایران پا برجاست اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اول تیر و در سخنانی که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرد با اشاره به سه روز اضافه ای که مذاکره کنندگان ایرانی و قدرت جهانی در لوزان سوئیس برای رسیدن به چارچوب توافق نهایی گذراندند گفته است که این کار در صورت نیاز تکرار خواهد شد همزمان با کاخ سفید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس اراقچی معاون این وزارتخانه که هدایت گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را بر عهده دارند احتمال چند روز تمدید مذاکرات در صورت لزوم را مطرح کردند آقای ظریف گفت که اهمیت دستیابی به توافق خوب بیشتر از چند روز دیر یا زود شدن است از سوی دیگر فرانک والترشتن مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت که اگر ایران میخواهد تا هفته آینده و طبق برنامه تعیین شده ی توافق هسته نهایی با شش قدرت جهانی را امضا کند نباید از تعهدات قبلی خود تفره برود مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز گفت زربل اجل تنگ است و هشت روز باقی مانده وقت زیادی نیست ما همه تلاش خود را برای ضرب العجل سی جوان متمرکز می کنیم ادامه مروری بر خبرهای کوتاه کماکان از عرصه هستئی و مذاکرات در لوکزامبورگ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در لوکزامبورگ با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و همچنین فدریکا موگرنی سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد آقای ظریف پس از ورود به لوکزامبورگ دیدارهای فشرده ای با همتایان اروپاییش و خانم موگرنی داشت پس از این دیدارها مقام های اروپایی خواستار رسیدن به توافقی متکی بر وجود یک نظام قوی راستی آزمایی برای اطمینان از صلحآمیز بودن برنامه اتمی ایران شدند لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از یک ساعت گفتگو با ظریف به خبرنگاران گفته بود که فرانسه خواستار یک موافقتنامه است اما یک موافقتنامه قوی نه یک توافق بعد او گفت که چون این توافقی از جمله باید شامل یک مکانیزم پیشرفته برای تصدیق عمل کردن ایران به توافق باشد به گفته او این بازرسی ها در صورت لزوم بایستی شامل مراکز نظامی هم باشد البته همان گونه که بینندگان عزیز مستحضری جمهوری اسلامی به شدت با بازرسی احتمالی از مراکز نظامیش مخالفت کرده است از سوی دیگر به گفته آقای فابیوس این موافقت نامه همچنین باید شامل بازگشت اتوماتیک به نظام تحریم ها در صورت نقض تعهدات از سوی ایران باشد. ایشان میافزود همه اینها برای امنیت منطقی و همچنین اقدام علیه اشاعه سلاحهای اتمی مهم است پیشتر فیلیپ هموند که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به لوکزامبورگ سفر کرده به خبرنگاران گفت اگر بخواهیم به توافقی برسیم باید شاهد انعطاف بیشتری از سوی ایران در مذاکرات هسته‌ای باشیم در همین زمینه و مضمون و در این راستا عباس اراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران که همراه مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران از وین برای پیوستن به آقای ظریف وارد لوکزامبورگ شده پیشتر گفت که وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکراتش راهی تهران خواهد شد او گفته است که وزرای خارجه ایران و آمریکا احتمالا اواخر هفته در وین با هم دیدار خواهند کرد همزمان با مذاکرات لوکزامبورگ کارشناسان اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین اتریش سرگرم ادامه نگارش متن توافق جامعه اتمی هستند معاونان وزارت خارجه ایران هم قرار است بعد از همراهی آقای ظریف دوباره به مذاکرات در وین بپیوندند کماکان بیننده خبرهای کوتاه از برنامه شامگاهی صفحه یک در تلویزیون ایران فردا هستید با تازه ترین اظهار موضع رئیس جمهور رنگین پوست آمریکا از وجود تبعیض در این کشور باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که تبعیض نژادی و نژادپرستی پرستی در آمریکا هنوز درمان نشده و این چیزی نیست که به سرعت و ناگهانی از یک جامعه رخت بربندد بنابر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی صوتی که به صورت پادکست روز دوشنبه منتشر شد این گونه اظهار می کرد که نجات پرستی درمان نشده است مسئله فقط به این مربوط نمی شود که در جامعه به زبان آوردن واژه کاکاسیا نشانه بیادبی باشد و اینکه دیگر کسی این واژه را به زبان نمی آورد. نمیتواند این موضوعات معیاری باشد مبنی بر اینکه دیگر در جامعه نجات پرستی وجود ندارد آقای اوباما در این گفتگو خیلی سریح در مورد نجات پرستی اظهار نظر می کرد و حتی واژه نیگر انگلیسی که معادل کاکاسیاس را بر زبان آورد هفته گذشته در جریان تیراندازی به کلیسایی در چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی نه آفریقایی آمریکایی از جمله کشیش کلیسا کشته شدند مهاجم به این کلیسا از سوی رسانه‌های آمریکایی به عنوان فردی متمایل به تعصب نژادی و برتر بودن نژاد سپید معرفی شده است باراک اوباما در اظهارات خود افزود نجات پرستی را نمی شود گفت چون در سطح عمومی دیده نمی شود دیگر رفته است جوامع یک شبه و ناگهانی از چیزهایی که دویست یا سیصد سال پیش رخ داده است پاک نمی شوند. باراک اوباما که خود اولین رئیس جمهوری آفریقایی آمریکایی یالات متحده است گفت از زمانی که از مادری سفید پوست و پدری سیاه پوست به دنیا آمده شاهد موج گسترده ای از بهبود وضعیت تبعیض نژادی در آمریکا بوده است اما با این حال ایشان می افسود که دوران بردهداری در آمریکا هنوز بخشی از دی ان ای تاریخی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و همینک که در بخش میانی برنامه امشب با آخرین تحلیل ها و روی کرد ها در روزنامه های امروز تهران برنامه را پی میگیریم. سه موضوع اصلی صدرنشین ستون های صفحات در روزنامه های امروز بود گمانه ها و گزاره های هسته ای در واقع در صدر نشسته بود واکنش ها به انفجار پاردمان افغانستان نیز تا حدودی مورد توجه برخی از روزنامه ها واقع شد و همینطور طبعا حسب انتظار از آن باراک اوباما از وجود تتم خلقیات تبعیض آمیز در آمریکا که عمدتا مرتوجه رسانه های تند روی نهادهای رهبری واقع شده بود در این میان روزنامه کیهان با واژگانی تمام تحریک آمیز به سیاه نمایی هرچه بیشتر برای جامعه آمریکا میکوشید و اظهارات اوباما را واکنش به موج کشتار سیاهپوستان توصیف کرد و به نقل از وی مدعی شد که نجات پرستی و بردهداری در دی این ای ماست که البته در اظهارات اوباما به این شیوه که کیهانی ها استنباد کردند جملات به این لختی و اوریانی استفاده نشده بود و میتوان گفت به نوعی جعل نرم در تیت صورت گرفت اما روزنامه ایران ارگان دولت با دو مطلب اصلی راهی پیشخان نشریات شهر شده بود از جمله از مخالفت سران مجلس با استیزاه فانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی بسته شد روزنامه ارگان دولت مطلب اصلی را به دیدار ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مثلث اروپایی اختصاص داده بود که در واقع آغاز دور پایان مذاکرات را شامل می شد و نوید میداد. همچنین از جمله موضوعات دیگری که در برخی از روزنامه های نزدیک به طیف هایی از اصولگرایان و نظامیان برجسته شده بود دیدار اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی از قرارگاه خاتم الانبیا بود که همدوش یک فرمانده عالی رتبه نظامی سپاه نشان داده می شد روزنامه ها به تناسب سیاست های رسانه ای خانش های مختلفی از این موضوع داشتند. از جمله روزنامه اصر رسانه به نقل از جهانگیری هشدار میداد که قرارگاه خاتم الانبیا رقیب بخش خصوصی نباشد و اما اظهارات مادر و خواهر مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی که اخیرا به ده سال به حبس محکوم شده مرتوجه برخی از رسانه های طیف اصولگرایان البته با لحنی بسیار ناقدانه قرار گرفت از جمله روزنامه وطن امروز نزدیک به طیفی از مردان محمود احمدی نژاد در گزارشی با عنوان نام بیماری دیکتاتوری حاد خاندان هاشمی رفسنجانی را مبتلا به بیماری حاد دیکتاتوری توصیف می کرد. وطن امروز با اشاره به اظهار موضع مادر مهدی هاشمی که حکم مهد... مهدی هاشمی را پدر سخت بازی توصیف کرد افت مرعشی را در جبهه فتنه طبقه بندی کرد که نخواستین فرمان به خیابان ریختن رو ایشون صادر کرد که گویا اشاره داشت به جمله معروف افت مرعشی که ساعتی قبل از انتخابات سال 88 گفته بود که اگر تقلب شد مردم بریزن تو خیابان ها وطن امروز با اشاره به موازه انتقادی دیروز هاشمی رفسنجانی که از این برنامه هم پخش شده بود که در واقع که مدیریت محمود احمدی نژاد رو زهر هاری و سم هاری برای جامعه نامید ایشان و خانواده اش رو به طور ژنتیکی مبتلا به بدگویی و تخریب متهم می کرد و باز ماجراهای محمود احمدی نژاد و احزارش به دادگاه ولی گریز مکرر از حضور در دادگاه که روزنامه های نیز به این موضوع پرداختند روزنامه آرمان به نقل از رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می‌نویسد که محمود احمدی نژاد چندین مرتبه از سوی دستگاه قضایی به دادگاه احضار شده است اما او در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است محمد علی پورمختار در پاسخ به این سوال که شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق به چه سرانجامی رسیده است و آیا شاهد حضور احمدی نژاد در دادگاه خواهیم بود یا خیر این گونه پاسخ میداد که احمدی نژاد در چند نوبت فرا خانده شد و از وی خواسته شده است که در دادگاه حضور پیدا کند اما ظاهرا ایشان از حضوری در دادگاه امتنا می کند و اما روزنامه ایران در همین زمینه و مضمون در ستون دیگه چه خبر خود خواهان برخورد جدی تر با احمدی نژاد شد و به نقل از کلانتری می گفت احمدی نژاد باید در دادگاه پاسخ باشد ایسا کلانتری در این رابطه اظهار می کرد که فجایعی که در دولت احمدی نژاد پیش آمد حرف ما نیست حرف اصولگرایانی است که از احمدی نژاد حتی حمایت کرده بودند قبل از آن کشفش کردند و وی را روی کار آوردند و بعد متوجه شدند که بیراه می روید. استفاده از رحیمی و بقایی تخلف بوده است و احمدی نجاد باید پاسخگو باشد نه در تلویزیون بلکه در دادگاه که با این موج جدید حجم به احمدی نجاد گویی یا احتمال برخورد قضایی با این دولت مرد ایران سوز و جنجالی بیش از پیش قوت گرفت و رقم میزنم با روزنامه دیگر روزنامه شرق در یک گزارش تحقیقی میدانی پرده های کنار میزد که 150 میلیارد تومان تخلف مشترک زنجانی و مرتضوی است آمنه شیرفکن گزارشگر شرق و گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره میکرد که تکلیف واگذاری پرهاشیه نیروگاه تبریز و ماجرای تخلف 150 میلیارد تومانی آن در دست بررسی قرار گرفت میرهادی قره رومیانی نماینده پیگیر این پرونده به روزنامه تحولخواه شرق میگوید درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دویون به ترک تشریفات اداری به قیمت 210 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد نکته عجیب این که بعد از 20 روز این صندوق مجموعه را با 150 میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسئله نشان میدهد یا در رد دویون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه خیر بی ادالتی در مجموعه قراردادها دیده می شود این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتزوی بر سازمان تأمین اجتماعی پیش آمد و مدیر سورنت قشم که بابک زنجانی است که این روزها در زندان اوین به سر میبرد تخلف 150 میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از تامین اجتماعی است نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است و اما پایان بخش برنامه موضوعی اجتماعی باز طلاق که این بار به شکل توافقی در ایران رو به افزایش است روزنامه شرق در گزارشی تحلیلی بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران مینوشت که سالانه بیش از سی هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می شوند که بر پایه این آمار 27000 هزار طلاق توافقی است نویسنده این یادداشت در تحلیل این تغییر رفتار در ساختار زندگی زنان ایرانی نتیجه می که تغییر روش طلاق در جامعه از غیر توافقی به روش توا... توافقی خود نشان از گرایش جامعه به نوگرایی در همه عرصه ها دارد در واقع نوگرایی زنان سبب شده است ساختار مرد سالار جامعه تا اندازه زیادی به سایه برود و زندگی وارد البته به زمین نویسنده عرصه دموکراتیک تری شود که در آن افراد بر اساس بازندیشی در هویت خویش زندگی خود را پای ریزی می کنند با این گزارش از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد همچون همه شب از شما بینندگان عزیز دعوت می کنم که شرح تکمیلی اخبار و رویدادها را در برنامه آن سوی خبر پی بگیرید که بلا فاصله پس از خداحافظی این جانب پخش خواهد شد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود